دوستان عزیز سلام میکنم خدمت شما. ادوین کشیشاپوس هستم و خیلی خوشحالم که میتونم با جلسه هفتم از سری برنامه‌های مقایسه ولایت اسلامی و مسیح خدمت شما دوستان عزیز باشم. امیدوارم که این برنامه‌هایی رو که دنبال کردید براتون مفید بوده باشه. در استودیو هستم با دوست خوبم دکتر ساسان توسل. سلام ادوین جان، مرسی برای همکاری با من توی این برنامه‌ها. متشکرم. مرسی به خاطر اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. خیلی تا الان من لذت بردم، خیلی مطالب بسیار مفیدی رو یاد گرفتم. بعد اساساً داریم صحبت میکنیم در مورد الهیات مسیح و اسلامی، تفاوت‌های عمده و اصولی که این دو تا الهیات با هم دارن و تمرکز اصلیمون توی جلسات گذشته روی شخصیت خدا بود و پنج نکته رو ما قرار داشتیم که در این قسمت‌های متفاوت با هم دیگه نگاه بکنیم. بخش اول رو در مورد شناخت خدا، که آیا خدا قابل شناخت هست، رو نگاه کردیم. در مورد درد و رنج خدا با هم دیگه یک نگاهی داشتیم. عرضم به خدمتتون و منو نزدیکی خدا با انسان، intimacy of God with his people. امروز وارد یک بحث دیگری قراره بشیم و این رو با هم دیگه بیشتر. امروز من امیدوارم دو تا نکته رو با هم بتونیم پوشش بدیم تو این برنامه، چون بنده فکم فعال، زیاد حرف میزنم، یه مقدار سریعتر اگه خواستیم جلو بریم. امروز میخوام درباره دو نکته صحبت بکنیم، درباره شخصیت خدا که دوباره این نکاتیه که فرقهای خیلی اساسی هست بین الهیات اسلام و الهیات مسیحی، و اون دو نکته محبت خداست و قدوسیت خدا. میگم کلیشه‌ای همه میگیم بله همه ایمان داریم خدا محبته، همه ایمان داریم خدا قدوسه، ولی واقعا معنی اون محبت و معنی قدوسیت در اسلام چیه یا در قرآن چیه و در کتاب مقدس چیه؟ من اجازه بدید یک نقل قولی هم از این قسمت بکنم، چون بعدن دیگه نقل قول به درد نخواهد خورد. دیگه وقتی من فکم گرم شه دیگه شما نمیتونی نقل قول. کتابی هست خدمت دوستان عزیز معرفی کردم، نوشته دیوید گولدمن، اسلام و کتاب مقدس، اسلام اند بایبل. توی این کتاب داره به همین مسئله که شما اشاره کردید صحبت میکنه، اشاره میکنه و میگه که ما صفات مشترک بسیار زیادی در الهیات مسیح و اسلامی داریم که هر دو گروه و ایمانداران دارن ازش استفاده میکنن. قدوسیت رو شما اشاره کردید و حالا بخشش خداوند رو و بخشای مختلف رو، و حالا این نکته رو که بهش تاکید میکنه میگه خب این صفات ما توی الهیات اسلامی وجود داره، توی الهیات مسیح هم وجوده، ولی حالا این صفات چگونه کار میکنن، چگونه عمل میکنن، برای ما مهمه. بله. این رو از کجا باید بدونیم؟ خب خود آیات قرآن باید برای اینها رو برای ما توضیح بدن. بله. باید این رو برای ما تفسیر بکنن و عدم وجود آیات کافی که بتونه این صفات رو تشریح کنه برای ما رو در یک ابهامی قرار میده. بله. ولی یک بخشی از صحبتش که البته اشاره به قدوسیت و محبت خدا نداره، در مورد یک واژه است. میگه که عدم توضیحات کافی و متنی که مفسر واژه ها باشد باعث ایجاد ابهاماتی در قرآن شده. به عنوان مثال واژه المؤمن در قرآن یک واژه گنگی است. مؤمن به معنای ایماندار چندان در خور و شایسته خدا نیست. به همین جهت مفسرین قرآن این نام را به این گونه معنی کردند، کسی که صلح را نگه می‌دارد. اما همین در کتاب مقدس، این واژه در کتاب مقدس با محتویاتی که این کتاب ارائه می‌دهد معنای بسیار ژرف و کلیدی پیدا می‌کند. به عنوان مثال حالا آیاتی رو میگه، این واژه در کتاب مقدس معنای وفاداری، معنی وفاداری خدا معنی و فهمیده میشه. پس کلمه faithful که faithful، پس عدم وجود چنین آیاتی که بتونه مثلا محبت خدا رو یا قدوسیت خدا رو برای ما توصیف بکنه باعث میشه که یک ایماندار و مسلمان در گنگی و گیجی باقی بمونه که واقعا وقتی میگی محبت خدا یا قدوسیت خدا صحبت چیه؟ 100%. حالا این نکته که شما گفتی به درد میخورد که شما در یه قسمت دیگه این برنامه بازم بگی. میگم ولی کم حرف میزنم بعد از نه. چون من درست همین نکته رو میخواستم درباره کلمه قدوس بگم. دو بار فقط و فقط در تمام قرآن دو بار کلمه قدوس فقط به عنوان کلمه اومده. آیاتش هم بذار بگم، سوره 59 آیه 23، سوره 59 آیه 23 و سوره 62 آیه 1. و فقط هم تو این مثلا سوره 60 آیه 1 خدای قدوس حکیم عزیز، همین. حالا توی اشعیا فصل 6 وقتی اشعیا با جلال خدا در معبد روبرو میشه، قدوس قدوس قدوس، فرشته ها دارن خدا رو میستاین. من معمولا وقتی دارم درباره اسلام و مسیحیت درس میدم میگم توی یه آیه تو اشعیا فصل 6 بیشتر به قدوسیت خدا اشاره شده تا تمام قرآن. پس این خدای قدوس عزیز حکیم، خب قدوس یعنی چی اصلا؟
این تعریف اصلا تعریف که نشده هیچ، اصلا باز نشده، اصلا فقط به عنوان یک کلمه است. خیلی از کلمات فقط کلمه است در قرآن. اینی که این حالا بیان با یه داستانی، با یک روایتی، با یک ارتباط خدا با انسان بیاد این مسئله باز بشه، ما این رو در خیلی قسمت‌های قرآن نداریم درباره این صفات خدا. درست. فقط لیستوار این صفات ها اومده. پس من عقیده دارم، بله، این نقل قولی که کردی به خصوص درباره کلمه قدوس، من خودم این صحبت رو دارم که قدوسیت خدا که اساس تعلیم عهد عتیق هست، به خصوص به طور تأکیدی عهد عتیق به ما این قدوسیت خدا رو به طور تأکیدی معرفی میکنه، اصلا در قرآن این معنی و مفهوم آنچنانی نداره. خب حالا دوباره رب پیدا میکنه این موضوع به مسئله نجات. یعنی چرا مسلمون ها میگن آقا یعنی چی صلیب، یعنی چی کفاره، یعنی چی باید قربانی بشه برای گناهان ما، چرا ما نمیتونیم فقط توبه کنیم خدا ما رو ببخشه؟ به خاطر درک متفاوت قدوسیت خدا در اسلام و قدوسیت خدا در کتاب مقدس. اینا مسائل اساسی است که ما معمولا سرسری میگذریم. دوست مسلمون فکر میکنه ما همه با هم بچه مشترک داریم تو این کلمات، شما مسیحی ها چرا این عقاید عجیب غریبو دارید؟ صحبت ما اینه که نه، ما مسیحیان عقاید داریم چون معنی این کلمات منطق این عقاید ما هستش. درسته. شما این کلمات رو نمیدونید و اون معنی رو در اسلام نداره، واسه همین شاکی هستید که چرا مسیحی‌ها به تثلیث عقیده دارن، چرا مسیحی عقیده دارن که خدا جسم پوشیده، در عیسی مسیح خودش رو به ما مکشوف کرده، مسیح روی صلیب برای گناهان ما مرده. اینا همه برمیگرده به شخصیت خدا. درسته. حالا صحبت این، پس نصف صحبت رو ما الان کردیم با قدوسیت، ولی میخوام حالا نکته محبت خدا رو اشاره بکنیم. یکی از، دوباره من میخوام اینجا یه ایرادی از مسیحی‌ها بگیرم درباره اسلام. وقتی خیلی وقتا صحبت میکنن، خیلی وقتا خیلی کتابا نوشته شده در جامعه مسیحی که خدای اسلام اصلا محبت نیست و اصلا در اسلام خدا محبت نامیده نشده، خدا محبت نداره. این یک دروغ محض، اصلا اشتباه است. آیات زیادی هست درباره محبت خدا در قرآن. من حالا بذار من یه لیستشو فقط دارم خودم توی نوشته، ولی میخوام از همین کتاب الله A Christian Response of Wolf استفاده بکنم. بارها بارها اومده که خدا چه کسانی رو محبت میکنه. سوره 2 آیه 195، خدا اونایی رو که کارهای خوب میکنن رو محبت میکنه، دوست داره. خدا چه کسانی رو دوست داره؟ اونهایی که کارهای خوب میکنن، اونهایی که به طرف خدا میان، سوره 2 آیه 222، اونهایی که خودشون رو پاک نگه میدارن، دوباره همین سوره 2، اونهایی که اعمال راستین انجام میدن، سوره 3 آیه 76، اونهایی که محکم می ایستن، سوره 3 آیه 146، اونهایی که به خدا اعتماد میکنن، سوره 3 آیه 159، اونهایی که برای خدا می جنگن، اونهایی که فی سبیل الله برای خدا می جنگن، خدا اونا رو دوست داره، سوره 61 آیه 4 و یه سری آیات دیگه درباره این که خدا چه کسانی رو دوست داره. پس این درست نیست که بگیم اصلا محبت در قرآن نیست و محبت در توصیف رابطه خدا با انسان در قرآن اصلا نیامده. نه، این هست. ولی فرقش چیه با محبتی که ما داریم میگیم؟ فرق اساسی اینه ادوین که اولا در قرآن آیات خیلی بیشتری هست که خدا چه کسانی رو دوست نداره. خیلی بیشتر از آیاتی که صحبت خدا چه کسانی رو دوست داره، آیاتی هست خدا چه کسانی رو دوست نداره. ولی فرق، یه سری از اون آیات هم من اشاره خواهم کرد، ولی فرق اساسی تعریف محبت در مسیحیت و اسلام اینه که در ایمان مسیحی محبت خدا بدون شرط و شروط، آنکاندیشنال است. در اسلام محبت خدا بر طبق اطاعت و وفاداری تو از اون است. این نکته خیلی مهمیه. حالا آیات کتاب مقدس رو میخوایم بخونیم. در مسیحیت ما با یه خدای روبرو میشیم که علارغم گناهان ما، علارغم سرکشی‌های ما، پولس رسول تو رومیان میگه موقعی که ما هنوز دشمنانش بودیم اون ما رو محبت کرد. ولی در اسلام محبت خدا پاداشیه، اجریه که خدا به محبت تو و اطاعت تو میده. یعنی انسان باید اول قدم برداره، برای خدا بجنگه، به خدا اعتماد کنه، محکم باشه، نمیدونم فلان، بعد خدا تو رو موقع محبت میکنه. ولی اگر نکنی خدا محبتم نمیکنه به تو. خدا، حالا آیات زیادی هست، خیلی بیشتر از محبت خدا، خدا افراد گناهکار رو دوست نداره، سوره 2 آیه 190.
خدا و دائم، یعنی یک عالم آیه است که خدا افراد گناهکار، خدا افراد بیوفا، خدا افرادی که اون رو کار بد میکنن. حالا پس آیات، پس محبت خدا اینجا یک محبت با شرط و شروطه. من یه اشاره کوچیکی کردم که گفتم بعدم بهش برمیگردم توی جلسات قبلی. حتی عرفان، حتی اشعار مولانا، حتی اشعار عرفانی اسلامی که صحبت رابطه عاشقانه انسان با خدا رو میکنن، که گفتم یه فرقی هم حتی تو اون عشق در عرفان اسلام هست در عشق و مسیحیت، در عرفان اسلامی انسان عاشق، خدا معشوق. انسانه که داره دنبال خدا میدوه. در مسیحیت اون عاشق ما فراری، اون عاشق ماست، ما داریم بهش خیانت میکنیم. این خیلی فرق اساسی هست. من خیلی بلا نمیخوام حالا حرفای جوکامیز بزنم، ولی واقعا هر وقت من این صحبت عرفان اسلامی که ما عاشقیم و خدا معشوق و خدا انگار داره ما باید دنبالش بدویم که بگیریمش و این عشق رو، من یاد اون فیلمای هندی میندازه که مرد و زن دنبال هم دیگه دور درخت میدوئن. یعنی انگار خدا ناز میکشه و ناز داره و ما باید ناز خدا رو بکشیم در عرفان اسلامی که اون عشقش رو به چنگ بیاریم. ولی تصویر مسیحیت 180 درجه فرق داره. ماها هستیم که مش زدیم به خدا، ماها هستیم که خنجر زدیم به قلبش، ماها هستیم که اون رو صلیب مصلوبش کردیم، ولی اون به ما عشق می‌ورزه. این خیلی، یعنی اصلا داستان اصلا یکی نیست دا. یعنی کلمه عشق ولی اصلا داستان 180 درجه فرق داره. پس میخوام بگم که وقتی صحبت عشق رو می‌کنیم می‌بینیم که و بعد گفتم عشق هم این صفات خدا هم در اسلام، این رو بارها قبلا گفته بودیم، صحبت محبت هم که حتی میگیم در اسلام صحبت ذات خدا نیست، صحبت اراده خداست. خدا اراده کرده با انسان‌ها محبت داشته باشه، رحمان باشه، رحیم باشه، ولی الزاماً معرف ذات خدا نیست. این نکته خیلی مهمه. این صفات الزاماً، البته اینجا من باید یه پرانتز کوچولو باز کنم، نمیتونیم وارد این صحبت خیلی عمیق بشیم. اینجا یه فرق اساسی هم هست بین الهیات شیعه و الهیات سنی. در الهیات شیعه تاکید میشه روی الزامی بودن عدالت خدا، که عدالت الزاماً در ذات خداست. در الهیات سنی این نیست. در الهیات سنی هیچ صفتی الزاماً نیست، بلکه اراده خداست که اون اراده خداست که محبت بکنه، ولی خدا میتونه محبت نکنه. ولی وقتی ایمان مسیحی میگه God is love، خدا نمیتونه محبت نباشه، ذاتشه، حقیقت شخصشه. جان یه نقل قول بکنم از غزالی، این رو الان خاطرم نیست از کدومی که از این کتاب ها استخراج کردم، میگه غزالی در کتابش میگه که خدا نمیتونه دوست داشته باشه چون لازمه دوست داشتن ادای محبت به محبه و این یک وابستگی رو ترسیم میکنه و چون الله کامله نمیتونه با این تناقض کاملیت خودش رو مخدوش بکنه. همین، یعنی ببین در الهیات کلاسیک میگم محبت و عشق و آسیب پذیری انگار نشانه ضعف دیگه، تو نشانه کمبوده، تو نیاز داری. خدا نیاز نداره. خدا از سخاوتمندی عشق و مشارکت پدر پسر روح القدس خلقت رو به وجود میاره، نه به خاطر اینکه نیازمنده. خدا تنهاست، نیاز داره که از تنهایی خودش در بیاد، خلقت رو به وجود میاره. این فلسفه مسیحیت نیست. و من حتی میگم با یه متفکر فیلسوف مسلمون صحبت میکردم تو همون تحسنی که جلوی سازمان ملل در نیویورک بود چند سال پیش که آقای اکبر گنجی دعوت کرده بود، من با یه فیلسوف مسلمون داشتم صحبت میکردم و اون خیلی رک برگشت گفت نه، من ایمان دارم خدا نیاز داشت خلقت رو به وجود بیاره که از تنهایی در بیاد. خودش اینو من گفت. حالا من نمیگم این حرف استاندارد اسلامه ها، ولی میخواست، ولی چقدر اینا نشون میده فرق در موضوع خدا. حالا من میخوام شما چند تا آیه سری واسه هم بخونیم. میخوام دوباره از عهد عتیق شروع بکنیم. تثنیه 7:7 و ببین به خاطر وقت فقط من اشاره بکنم که میگه که خدا باز کردم اینجا بگو خداوند دل خود را با شما نبست و شما را بر نگذید از این سبب که از سایر قوم‌ها کثیرتر بودید، زیرا که شما از همه قوم‌ها قلیل‌تر بودید. خود انگلیسی میگه The Lord did not set his love upon you
خدا عشقش رو شما نذاشت، چون که شما خیلی ماه بودید، مؤمن بودید، وفادار بودید، شما از همه هم پستر و کوچیکتر بودید. آیات بعدی هم هست تو تثنیه، شما از همه هم سرکشتر و پایینتر بودید، ولی من به شما عشق ورزیدم، من شما رو انتخاب کردم. عشق خدا، عکس العمل خدا به اطاعت من نیست. عشق خدا قدمیه که ما توی اول یوحنا ما اون رو عشق می‌ورزیم. چرا؟ چون اول اون ما رو عشق ورزید. یوحنا 3:16، خدا جهانیان رو اینقدر، حالا ما هی میگیم دوست داشت، حالا فارسی واسه من دوست داشتن یه مقدار کلمه ضعیفیه، ولی دوباره همین انگلیسی for God so loved the world، خدا عشق ورزید به دنیا، اون آگاپه، اون عشق آگاپه. و میگم چون خیلی وقتا حتی تو جامعه مسیحی این تنش وجود داره بین اون تصویری که به نظر بعضیا در عهد جدید تاکید اینو عشق خداست، در عهد عتیق روی قدوسیت خدا، ولی یوحنا 3:16 خیلی واضح به من میگه که اینطوری نیستش که مسیح به خاطر عشق و فداکاریش عصبانیت خدا رو عوض کرد، تبدیل به عشق کرد. یوحنا 3:16 میگه عشق خدا بود که مسیح رو فرستاد به این دنیا، و خدا اینقدر جهانیان را دوست داشت که تنها فرز پسرش را فرستاد که هر که به او ایمان دار باورد حیات ابدی پیدا کند. یه نویسنده خیلی جالب میگه، میگه که این میخ ها نبود که مسیح رو روی صلیب نگه داشت، این عشق پدر بود که مسیح رو روی صلیب نگه داشته بود. و چیز رو واسمون بخون لطفا، رومیان 5 آیه 6 و بعد آیه 8. رومیان باب 5 آیه 6 میفرماید زیرا هنگامی که ما هنوز ضعیف بودیم در زمان معین مسیح برای بیدینان وفات یافت. اوکی، و بعد آیه 8. آیه 8 میگه لکن خدا محبت خود را در ما ثابت میکند از اینکه هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. پس من یه معلم من که استاد الهیات من بود میگه که اینطوری مینویسه، البته میگم انگلیسی این متونی که بنده دارم خیلی زیباتر از فارسی ضعیف بنده است، ولی مینویسه که God's love is unconditional، محبت خدا بی شرط و شروط، میگی بلا شرط. میگه خدا نمیگه من تو رو دوست دارم اگر اول لیاقت عشق من رو ثابت بکنی، که تو لیاقتشو داری که من تو رو دوست داشته باشم و ارزششو داری. خدا نمیگه من تو رو دوست میدارم اگر تو اول شریعت منو اطاعت کنی، مرد شریعت منو اطاعت کنی، خدا ترس باشی، شخص محترمی باشی، بلکه کتاب مقدس میگه که مسیح برای افراد گناهکار مرد، همین رومیان 5. ببین در حال صحبت نجات رو که میکنیم در اسلام، شما باید اطاعت بکنی، وفاداری خودت، اعمال دینی خودت انجام بدی تا امید داشته باشی رحمت خدا شامل حال تو بشه. این یه واقعیتیه دیگه، صحبت نجات رو خواهیم کرد. ولی ما با یه خدای روبرو میشیم، این میگه اول تو عوض شو تا من تو رو بعد دوست داشته باشم. موقعی که تو هنوز تو گناهت مردی، من به تو عشق میورزم و میخوام بیام تو رو نجات بدم، تو رو زنده کنم از مرگ. و بعد میگه که عشق خدا عشق مسیحه. این برای من خیلی جمله قشنگیه، میگم ما دائم وقتی با مسیح روبرو میشیم، محبت مسیح محبت یک پیغمبر نیست، تعلیم مسیح تعلیم یک پیغمبر نیست، عشق مسیح و بخشش مسیح بخشش فقط یک پیغمبر نیست. ما در این تعالیم و حرکات مسیح با تعالیم و حرکت و اعمال خود خدا داریم روبرو میشیم. میگه که محبت خدا محبت مسیحه که نه فقط دوستای افراد اخلاقی بود و افراد مذهبی بود و افرادی که از نظر اجتماع قابل قبولن، بلکه دوستان افراد انقلابی بود، غیورها، دوستان افراد باجگیر بود مثل متا، دوستان افراد بود که توی گناه اخلاقی بودن، زنی که توی زنا آوردن به مسیح نشون دادن، دوستان افرادی که اجتماع اونها رو رد کرده بود مثل سامری ها. در محبت خدا شرط و شروطی وجود نداره. حالا چرا من حالا میگم که آخه آقا این چه ربطی داره دوباره به بقیه داستان مسیحیت و اسلام؟ خیلی وقتا دوستان مسلمون میگن که چرا مسیح، چرا اصلا شما می مسیح بر رو صلیب میرفت؟ اگر درک نکنی تعریف رو از اون عشق،
نمیتونی صلیب رو درک کنی. درسته. بدون عشق معنی نداره. چرا خدا باید بیاد جس بشه اگر ندونی عشقش چیه؟ معنی نداره. یعنی ببین الهیات مسیحی، بذار خیلی اینو اینطوری حالا میخوام بگم، الهیات مسیحی در چارچوب داستان قرآن معنی اصلا نداره. الهیات مسیحی در چارچوب کتاب مقدس معنی پیدا میکنه. و وقتی یه دوست مسلمون با یک لنز قرآنی و اسلامی داره میاد الهیات مسیحی رو مطالعه میکنه، مسلما میگه آقا اصلا اینا به هم، اینا یعنی چی؟ اینا خیلی گیج کننده است، حرفای الکیه. ولی وقتی این عینک رو برمی‌داری، این مثال خوبی الان تو ذهنم اومد، دعوت ما از یه دوست مسلمون اینه که این عینک لنز قرآن و اسلام رو اگر برداری و با عینک کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه تو داستان رو تو این کتاب دنبال بکنی که چارچوب این داستان خدا رو چطوری معرفی میکنه، انسان رو چطوری معرفی میکنه، مشکل انسان با خدا رو چطوری معرفی میکنه، راه حل این مشکل رو چطوری معرفی میکنه، الهیات مسیحی واسه منطقی میشه. گولدمن هم توی کتاب خودش داره همین مسئله گفتی، شما با یک مثال بسیار زیبا این رو مطرح کردی، میگه اون پیشفرض‌ها و آموزه‌هایی که قرآن به ما تعلیم میده چشم‌های مسلمانان رو به اون حقیقتی که کلام زنده خدا یعنی کتاب مقدس معرف می‌کنه می‌بنده. بله. یعنی پس باید این عینک رو حتی من حالا درخواستم از یه دوست مسلمان اگه داریم برنامه‌ها رو می‌بینه اینه که حتی اگر اون دوست مسلمان نخواد اصلا بگه که من نمی‌خوام مسیحی بشم، من میگم حتی برای درک بهتر ایمان مسیحی شما باید اقلا اون عینک پیشفرض‌های اسلامی رو در بیاری، با عینک و پیشفرض‌های ایمان مسیحی اقلا داستان رو بخونی، حتی اگر نخواستی قبول بکنی، حتی اگر خواستی رد بکنی اقلا بدون چیه که داری رد میکنی. درسته. من یه خانومی سالها پیش اومد گفت شما میخواین من مسیحی بشم؟ گفتم خانم من اینجا عرضه مسیحی کردن کسی رو نداشتم تو زندگی، خداست که قلبو لمس میکنه، بنده فقط یه معلمم، کاری نیستم. بعد بشم یه کتاب از سی اس لوئیس بس کادو دادم، ولی گفتم ببین، گفت میخوای منو مسیحی کنی با این کتاب؟ گفتم نه، من میخوام که تو فقط آشنا بشی با ایمان مسیحی که حتی اگر ردشم کردی بدونی چیه که رد کردی، یعنی واقعیتش رو رد کن. درسته. نه سوء تفاهمات رو، نگو به مسیحی یا مسیحی یا آقای قمشه‌ای با این ترجمه ببخشید خیلی الکیش از حتی عربی قرآن که میگه که بله این مسیحا سه تا خدا دارن، اقلا نگو اینا سه تا خدا دارن، اقلا فکر نکن که ما مریم رو میپرستیم، اقلا فکر نکن درک ما از تثلیث اینه که تو داری رد میکنی، حتی اگه میخوای رد بکنی اقلا درک درست ما رو رد کن. دقیقا. نه درک سوء تفاهمات و تخیلات خودت رو. خب حالا وقت ما آقا خیلی پایینه، حالا نمیدونم چیکار باید بکنیم. قدوسیت خدا، گفتم اصلا وقتی صحبت قدوسیت خدا را میشه اصلا در قرآن دو تا آیه بیشتر نیست و هیچ تعریفی از قدوسیت نمیشه، و ولی در کتاب مقدس حالا من یه عالم نقل قول دارم که دیگه بهش نمیرسیم، ولی از الهیدانهای مختلف که تأکید، یعنی صحبتشون اینه که تأکید عهد عتیق و تعریف عهد عتیق از خدا قدوسیت خداست. The concept of holiness is seen at the heart of the picture of God in both testaments. این قدوسیت مرکز تصویر خدا در دو تا عهد هست. امیل برونر: The whole of the Old Testament is the revelation of the Holy God. تمام عهد عتیق مکاشفه این خدای قدوس است. پس قدوسیت خدا، قدوسیت حالا هم به معنای جدا بودن از خلقت و هم به معنی پاک بودن کامل و دور بودن از هر نوع گناه. خب حالا این دوباره میگیم خب معنی این چیه؟ چرا مسیح روی صلیب مرد؟ باید فدیه میکرد خودش رو برای گناهان. دوباره یک دوست مسلمون نمیتونه صلیب رو بفهمه اگر عشق از نظر کتاب مقدس نفهمه، و نمیتونه صلیب رو بفهمه اگر قدوسیت رو نتونه بفهمه. درست. چرا؟ چون حالا صحبت گناه رو خواهیم کرد در جلسات بعدی. اگر گناه اشتباهیه که تو هم توبه میکنی خدا میبخشه، خدا زیر سیبیلی راحت در میکنه برای گناه، اگه یه همچین خداییه که گناه ما همچین خیانت بزرگی نیست، تو هم توبه کنی خدا میبخشه، خب بله صلیب معنی نداره. ولی اگر ببینی که ما با چه خدای مقدسی سر و کار داریم که نمیتونه گناه حالا من یه کتابم آوردم نشون میدم تو جلسات بعدی، گناه کبیره، گناه های کبیر، گناه کبیره صغیره نداره این خدای مقدس.
داستان‌های زیادی داریم که خدا چطوری گناه رو مجازات می‌کنه تو عهد عتیق. درسته. چرا؟ چون این حالا این یه دروغ کوچولو بود، این یه کار کوچولو بود، این بیخیالی بود. خدا باید گناه رو مجازات کنه چون خدا قدوسه. نمیتونه بیخیالی از گناه رد شه. ولی این خدای قدوس، این خدای عاشق میگه که اگر من انسان رو دوست دارم، نمیخوام انسان رو نابود کنم، ولی انسان گناهکار گناه هم نمیتونم بیخیالی ازش رد بشم. پس در صلیب عیسی مسیح ما هم میبینیم که خدای قدوس گناه رو مجازات میکنه و خدای عاشق خودش میاد اون مجازات رو در خودش دریافت میکنه که انسان نابود نشه. این منطق صلیبه، این منطق شخصیت خداست، قدوسیت خداست. بفرمایید اگه میخواید چیزی بگم. نمادی آیه میگشتم که این رو بخونم و خیلی فکر کنم به جا بود، متاسفانه الان پیدا نمیکنم. توی مزامیر یک بخش رو خیلی راحت کلام خدا بازگو میکنه که محبت و راستی همدیگر رو بوسیدن. اجازه بدید این قسمت پیدا کردم. مزمور 85 هست، آیه 10 میگه رحمت و راستی با هم ملاقات کردن. عدالت و سلامتی، اینجا در مورد صلح با خداست، یکدیگر رو بوسیدن. بعد راستی از زمین خواهد روید و عدالت از آسمان خواهد نگرست. آیه خیلی زیبایی هست. پس فیض و عدالت، قدوسیت و عشق همدیگر رو روی صلیب ملاقات میکنن. همین استاد الهیات هم میگفت یه کشیشی میخواست نشون بده حقیقت صلیب رو، یه شیشه کثیف داشت روی میز و یه چکش رو دستش که چکش علامت قدوسیت خداست، شیشه کثیف علامت انسان گناهکاره. اومد که این شیشه رو با چکش خورد کنه، یه ظرف فلزی آورد که اون چکش به ظرفه بخوره، که مثلا میگه این ظرف مثل کار صلیب مسیحه. نویسنده میگه که نه، اگه میخواست درستر انجام بده، همونطوری که چکش رو داشت با یه دست میورد پایین، با اون یکی دستش خودش ضربه چکش رو دریافت میکرد. خود خدای قدوس عادله که گناه رو روی صلیب مجازات میکنه، خود خدای عاشق پر از فیضه که اون ضربه رو در عیسی مسیح رو خودش دریافت میکنه. این حقیقت خداست در الهیات مسیحی. خداوند خود ما رو از دست خشم و غضب خودش نجات. آمین. این داستان بسیار زیبایی هست که کتاب مقدس این رو فریاد میزنه و آمین. ما به این حقیقت نخواهیم رسید مگر اینکه به اون منبع اصلی، به اون سرچشمه اصلی برگردیم و اون کلام زنده خداست. امیدوارم دوستان عزیز محترم وقتی که این برنامه ها رو نگاه میکنن، حالا همونطور که برادرمون دکتر ساسان گفتن، قصد ما الان توی این برنامه این نیست که بشارت مسیح رو بدیم. شاید صحبت اصلیمون این هست که این سوء تفاهمات رو برداریم و این رو آشکار بکنیم که این دو تا الهیات نمیتونن که کنار هم قرار بگیرن و باید ما حقیقت رو بجوییم و اون رو دنبال بکنیم. دوستان عزیز با ما باشید، هفته آینده با بخش دیگه از این برنامه.